در این حوادث غزه مثل که کلید حل معضلات 100 ساله منطقه و جهان شده. یعنی مسئله تمام تضادهای منطقه‌ای، تضاد فلسطینی 100 ساله، تضادهای منطقه‌ای، تضادهای اسلام و غرب، تضادهای به اصطلاح شرق و غرب، همه چی در غزه متمرکز شده تا جایی که حتی احتمال جنگ اتمی از این نقطه وجود داره. اینو بر پایه حدس و گمان نمیگیم. به دنبال به کار بردن بمب‌های فسفوری و استفاده از گاز اعصاب و چیزهای شیمیایی و حتی میکروبی، صحبت از بمب اتم هم شده. عمیخای الیاهو وزیر امور اورشلیم و میراث اسرائیل گفتش که پرتاب بمب اتمی در نوار غزه یکی از احتمالات برای توسعه درگیری است که پاسخ به آن مقاومت و سیاستمدار اسرائیلی چین برنامه بیانیه رو به اصطلاح محکوم کرد. میراث وزیر میراث فرهنگی در عمیچای الیاهو در مصاحبه‌ای با ایستگاه رادیویی کول براما در پاسخ این سال که آیا بمب اتمی باید به روی منطقه پرتاب کرد، پاسخ داد این هم یکی از احتمالات. یعنی با انسانهای شرور و گستاخ دیگه از این مرحله گذشته، انسانهای بغیر یا به قول هان آرنت ابتذال پلیدان. یعنی این مجموعه ابتذال پلیدانه که به وجود میاره، ما شاهدش هستیم. خب وزیر به اصطلاح فرهنگ، میراث فرهنگی، وزیر فرهنگی، تازه وزیر جنگ، وزیر فرهنگ الیاهو در مصاحبه با ایستگاه رادیوی کول گفتش که به روی منطقه پرتابشه این احتمال گفته وجود داره. علاوه بر این، سیاست نداره مخالف خود را با پذیرش هر گونه کمک های بشر دوستانه به غزه اعلام کرد و گفت اسرائیل کمک های بشر دوستانه به نازی ها منتقل نخواهد کرد. حالا اینجوری شده که اینها نازی هست و به قول معروف اگر نتانیاهو بر بسرا باش آشنا باشیم و همینطور با آدمایی مثل آیشمن، آدمایی مثل هس، آدمایی مثل هیملر، اگر با اینا به اصطلاح خونده باشیم، من فکر میکنم که بی شخصیت تر از هس آیشمن است. همونطور که دادگاه آیشمن در اورشلیم برپا شد و خانم آن آرنت که یهودی است در صورت در اونجا شرکت داشت و از کاراکتری که از آیشمن رای داد این که اصلا از یهودی ها نفرت نداشت، فقط انجام وظایف کرد و به صورت بروکراتیک و اینها این کاراشو انجام میداده و علت انگیزش نفرت از یهودیان هم. در صورت الان
نتانیاهو علاوه بر اینکه کار رو انجام میده، نفرت بی پایانی نسبت به یا به فلسطینی ها داره و این رو هم پنهان نمی کن. در صورت این وزیر آقای فرهنگ گفته که پرتاب بمب اتمی در نوار غزه یکی از احتمالات برای توسعه درگیری است که در پاسخ به آن مقامات سیاستمداران اسرائیلی قبلا بیان دادند. بعدا در شبکه های اجتماعی ایکس الیاهو تلاش کرد تا سخنان او را تکذیب کند و نوشت که برای هر عاقلی واضحه که سخنان درباره بمب اتم استعاری بوده و ابله ها نمیدونن که اگر بمب اتم حتی که تاکتیکی یا بمب اتم تاکتیکی هم به کار ببرن دامنه تشعشعاتش میرسه به خود اسرائیل و در صورت 3 میلیون عرب از توی اسرائیل از 9 میلیون جمعیتش و اینجا به همین دلیل کسی از این سلاح استفاده نمی کنه. اما اینها اینقدر بیشعور هستند که به نفرت چشیشون رو کور کرده بسا دفتر نخست وزیر در شبکه اجتماعی اعلام کرد که اظهارات الیاهو نادرست است. به اسرائیل و ارتش برای جلوگیری از آسیب رساندن مردم بیگناه بر اساس قوانین بین المللی این رعایت میکنم. میبینیم که تمام قوانین بین المللی حتی گوترش به اصطلاح وحشت میکردم از این اقدامات اسرائیل در به اصطلاح آمبولانس ها بیمارستان ها و کشتاری که سازمان داره. علاوه بر این لاپید رهبر مخالفان اسرائیل دو نتانیاهو اظهار کرده وزیر دفاع از وزیر دفاع انتقاد کرده و گفته نتانیاهو باید امروز الیاهو رو از کار برکنار کن. این مسئله به اصطلاح چیز است. مسئله دیگه که صحبت های آقای سید حسن نصرالله که چه تأثیراتی به قول معروف بر اوضای بین المللی گذاشته و چه مسائلی رو به بار آورده. اگر دقت بکنید در صورت در شرایطیه که سازمان ملل تعداد قربانیان فلسطینی را به 9061 نفر تاکنون تا دیروز بیان کرد. زنان و کودکان 62% از این قربانیان هستند و در صورت این وضعیتی است که ما باش درگیر هستیم. خب اما مثلا چیزایی که در این زمینه باید گفته بشه، یکی پیام نصرالله است. این مثلا برجسته شده و روش کار شده و مثلا توی زمینه تأکید زیادی شده که مثلا اینکه پیام سید حسن نصرالله چگونه معنا پیدا میکنه.
از لحاظ معناکاوی و نشان شناسی سخنرانی سید حسن نصرالله با تکنیک تحلیل محتوای کیفی نشان میده که پیام ایشون مبتنی بر دو محور، یکی رفتار عقلانی و قدرت بازدارندگی. و این رو هم تاکید بکنیم که به اصطلاح برخلاف انتظار که انتظار داشتن صحبت تهییجی و به اصطلاح عصبی واکنش نشون بده، این خیلی دقیق مثل دیپلمات یه استراتژی تمام جوانب مختلف رو بررسی کرد، هشداراش داد، خلاصه چیز بازدارندگیش رو کرد، تعهدش رو در مورد استقامت و پایداری نشون داد، به مسابقه شخصیت ملی لبنانی دقت داشت که منافع همه اقشار مختلف لبنان رو بازتاب بده، تعهدش در مورد محور مقاومت خوبی نشون داد و خط نشاناش هم برای آمریکا که سعی میکرد ناوگان و عزیزیداش و نیرو هواییش رو بیاره رو کار و باعث ترس و حراس و وحشت بشه، اونم جواب داد. خلاصه دبیر کل حزب الله لبنان گفته طوفان الاقصی توسط شاخه نظامی حماس برنامه ریزی شده و حزب الله و ایران در جریان عملیات نبود. اون چیزی که اسرائیل دائما تاکید میکنه که این عملیات نمیتونه کار یک گروه کوچکی مثل حماس باشه و روسیه اهمیت نمیده و سعی میکنه پای ایران رو بکشه، اون از این طریق میخواد پای آمریکا رو بکشونه و آقای نتانیاهو اینقدر چیز است که برای بقای خودش و سیاست خودش و دست راستی های اسرائیل میخوان تمام خاورمیانه رو با آشوب بکشونه. در صورت طوفان الاقصی نتیجه ما گفته نتیجه طبیعی محاصره غزه از سال 2006 توسط صهیونیست ها بوده. همینطور جمهوری اسلامی از جبهه مقاومت باید میکنه اما آن را رهبری نمیکنه. این دقیقا حد خط فاصله حمایت و هدایت رو روشن کرد که این در امتداد صحبت های رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای بود. ارکان مقاومت از جمله حزب الله در قبال حماس مسئولیت دارند، هم مسئولیت سیاسی هم مسئولیت اخلاقی. کمک حزب الله به حماس تاکنون عملیات محدود در شمال فلسطین اشغالی بوده، به طوری که یک سوم از نیروی نظامی اسرائیل رو با خودش مشغول کرد. در صورتی که اسرائیل به لبنان حمله کنه دچار حماقت تاریخی خواهد شد که با آمریکایی هم حالی کرد که بسر این ترست ناو ناو هوا بیما بر شما اینا، ما اسلحه کافی داریم بر اونا، قبل هم امتحان شده توی جنگ 2006 کار بردن و این رو از این موقع تالا ارتقا دادن به شده. و گفته که دچار حماقت تاریخی نشه. در صورتی که آمریکا وارد جنگ بشه چه علیه ایران و یا حزب الله، حزب الله ابزارهای لازم رو برای ضربه زدن به ناوهای آمریکایی دارم که گفته میشه گروه واگنر هم در اونجا فعاله و اسلحه به اندازه کافی به بروزترین اسلحه ها را وارد اون منطقه کردن از طریق سوریه. و گفته آمریکا مسئول اصلی جنایت های اسرائیل در غزه است.
مسئولیت انداخت این روی دوش آمریکا. و اینکه اسرائیل عددی نیست در این زمینه و غلو هم نکرده، یعنی آسیب پذیری اسرائیل در این 20 روز اخیر 30 روز اخیر کاملا نقاط ضعفش در همه زمین ها مشخص شده و بیشتر عربده کشی میکنن تا کار میدانی یا کار چیز. گروگان های اسرائیل فقط با مذاکره آزاد میشن و اسرائیل با عملیات نظامی نمیتونه به گروگان هاش دسترسی پیدا کنه. استراتژی جنگی حزب الله ممکنه در روزهای آینده تغییر کنه، یعنی انعطاف پذیری در تمام سطور و استعدادشی داره که تغییر روش بدن، تغییر رویه بدن، تغییر تاکتیک بدن و الاخر. حزب الله در شرایط کنونی قصد باز کردن جبهه در شمال اشغالی نداره، که البته این تلویزیون های ارزان قیمت و تحلیلگرهای ارزان قیمت و مثل منهش امیر و یک فرد دیگه است که ایران انترنشنال در بس در اختیار این چیز اسرائیلی جنای راست اسرائیل قرار گرفته در بس و میارن اینا رو از این حرف ها میزنن. حزب الله در حمایت تمام قد نظامی از حماس محضوریت هایی داره که عمدتا ناظر بر شرایط داخلی لبنانه. گفتم در صورت یه سیاست مداره با لبنانی هم هست و به همین دلیل حزبش و اینا محضوریت ها در رابطه با گروه های دیگه، سازمان های دیگه و جریانات دیگه لبنان هم باید در نظر بگیره. رژیم صهیونیستی نیز در حال حاضر نمیخواد با حزب الله وارد جنگ بشه. پیش از سخنان نصرالله، ریچارد هخت سخنگوی ارتش اسرائیل در پیام اعلام کرد نیروهای اسرائیل در مرز لبنان مستقر و آماده است و در بذل دفاعی قرار دارند. او از مردم لبنان خواست خود را فدای حماس نکند. عبارت عملیات 100% فلسطینی حماس در 7 اکتبر، آزادی عمل فرماندهان مقاومت در اتخاذ تدابیر به صورت جداگانه را به اصطلاح تأکید میکنند. همونطور که حوثی های یمن مستقلا تصمیم میگیرن عمل میکنن، حماس مستقل تصمیم میگیره عمل میکنن، حزب الله مستقل تصمیم. یک رام کلی وجود داره و اونم این است که جلوی جنگ طلبی آمریکا و اسرائیل رو بگیرن و اگر وارد جنگ شدن پاسخ قاطع و در خور شایسته رو بدن. مادامی که از سوی اسرائیل و آمریکا به ایران یا لبنان حمله نظامی صورت نگیره، جبهه مقاومت وضعیت آفندی به خودش نخواهد گرفت. آفندی در مصر برخورد میکنن. گروگان ها برگ برنده حماس هستند و چانزانی با اسرائیل پیرامون گروگان ها صورت خواهد گرفت. حزب الله ارتش اسرائیل را در مقابل تلاهای غافلگیرانه حماس در غزه آسیب میپذیرد. در صورتی که اسرائیل با هدف کامل نظامی خودش به غزه نزدیک بشه، امکان حمله پیشدستانه حزب الله وجود خواهد داشت، یعنی همون غافلگیری که در غزه اسرائیل خورده ممکنه در شمال جبهه شمال هم از حزب الله بخوره. با ادامه جنگ غزه عملیات به پایگاه آمریکا در منطقه افزایش خواهد یافت. جبهه مقاومت آشکار شدن سبوییت و جنایت جنگی را نشون داده در غزه. حمایت افکار عمومی جهانی از مردم فلسطین و به اعتبار شدن دولت های اسلامی با اسرائیل وارد روابط دیپلماتیک شدن برگ برنده است که به اصطلاح این نبرد از خودش نشون داده. جنگ غزه جنگ روایت ها خواهد و طرفین محاسبه
پس از پایان روایت خود نتیجه جنگ را خواهند ساخت. و اینجاست که به اصطلاح ما رو بکشونه به اینکه خلاصه با این مسئله به قول معروف اسرائیل یه پدیده نوظهوری است که رو اون مکس میکنیم و جنبه های مختلفش رو بررسی میکنیم. البته این ابتذال این جنگ غزه ابتذال این به قول معروف اپوزیسیون ایرانی را به خوبی نشون داد و خلاصه آقای شاهزاده باعث شد که چیکار بکنن قول معروف بخواد از اسرائیل که از را راه کن تهران رو بچسب، سر مار در تهرانه و از این شعارها رو داده که بسیار به اصطلاح جالب و قابل توجه. خلاصه این وضعیتی است که ما ارجاع میکنیم های با توجه به اینکه موج شدیدی از چیزا وجود داره. آقای سلیمانی نظر شما اینه که برنده این بازی تا کنون چه بوده، کی بوده در همه عرصه، عرصه نظامی، عرصه سیاسی، عرصه تبلیغاتی، عرصه به اصطلاح جهانی، و این مسئله را چگونه ارزیابی میکنید شما؟ به نام خدا و با سلام به شما و دوستان. یک شنبه 14 آبان 1402، 5 نوامبر 2023. برنده اگر بخوایم در مجموع حساب کنیم، اسرائیل برای اولین بار در افکار عمومی جهان شکست بدی خورده. برای همین هم است که شما میبینی پایتخت‌های غربی همه عقب نشینی کردن. آلمان نمیذاشتن تظاهرات بشه، انگلیس سخت میگرفتن، فرانسه سخت میگرفتن، حالا آزاد کردن. تظاهرات بزرگ جلوی کاخ سفید دیروز بوده که میگن حداقل 100 هزار نفر، 10 هزار نفر رو خود تلویزیون آمریکا گذاشته. عکسی هم که من دیدم اینو چیز میکرد. در فیلادلفیای آمریکا تظاهرات بزرگی بوده، در نیویورک هر روز تظاهراته. و شبکه‌های اصلی آمریکا که هرگز برای اسرائیل یک کلمه حرف نمی‌زدن، مثل فاکس نیوز، مثل سی ان ان، مثل ام اس ان بی سی، اینا هم دارن میگن بابا دیگه بیمارستان رو داریم میزنیم. بعد اینا این بیمارستان رو که زدن، اول اومدن گفتن خود فلسطینیا زدن، ما نبودیم و اینا. بعد که دیگه دیدن دنیا نمیخره، اومدن بهانه های مختلف. فلسطینیا زیر این بیمارستان پایگاه داشتن، اینطوری بوده، اونطوری بوده. خب پس شما زدین برای پایگاه یا نزدین؟ یعنی آمبولانس ها مثلا از آمبولانس ها استفاده میکردن برای اسلحه و فلان، این دروغ های احمقانه. اینا ترشحات کثیف مغز خودشونه. بله. خود موساد چندین بار از آمبولانس های صلیب سرخ استفاده کرده، رفته فلسطینیا رو ترور کرده. اینا باز که خودشون این کار رو کردن، اصلا قوانین جهانی مجازات جمعی رو قبول نمی کنه. شما نمیتونی بگی مثلا 50 تا مینیبوس داشتن این زخمی ها رو میوردن طرف رفح که ببرن داخل مثلا صحرای سینا که بیمارستان صحرایی مصر زده که به اینا رسیدگی کنن. دو تا حماسی این تو بودن، ما این زدیم همه مردم رو کشتیم. آخه این که اصلا دلیل نمیشه که امروز مثلا سه تا خونه معمولی رو زدن تو غزه، 51 نفر این سه خانواده شهید شدن همین امروز صبح، که اصلا اینا هیچ کدومشون چیز نبودن. و این کارهایی که اینا میکنن، اینا این کارها رو قبلا هم کردن. ببین اگه شما نگاه کنی، یک صدماتی میزنن که مردم پشن فرار کنن، جون خودشون رو اینا رو بخوان درن.
اینا 1947 48 همین کارا رو کردن، 700 هزار نفر از فلسطین اخراج کردن به جنوب لبنان، به اردن، به جاهای دیگه، به مصر. بعد اومدن بعد چندین سال 1967 که اصلا اعراب به اینا حمله نکردن، اینا حمله کردن برای بیشتر گرفتن زمین، که خودشون بعدا گفتن اصلا اعراب هیچ تحرکی نکرده بودن، اصلا اونا نمیدونستن. برای همین جنگ 6 روزه تمام نیروهاشون از بین رفت و اینا. بعد اومدن همون سال هم یه سری زیادی رو بیرون کردن، شما باید از سرزمین بیرون کنید تا این زمین رو بگیرید، بعد این مردم رو بیرون کنید، اخراج کنید تا بتونید زمیناشون رو بگیرید. حالا برنامه چیه؟ اومدن همین برنامه رو برای غزه بکنن، کار انجام نشد. وقتی انجام نشد برمیگردیم به 1973، جنگ یوم کیپور 1973 هم همین کار کردن، 350 هزار نفر بیرون کردن بیشتر به طرف اردن. خب اینا رو بیرون کردن، اول قول داده بودن که بعدن که اومدن در سال 93-94 قرارداد اسلو رو بستن که کاملا یک طرفه بود، که اکثر مردم فلسطین ناراحت بودن که میگفتن این عرفات اینا با ما خیانت کردن، که 5 سال اونا موقتا سر کار باشن، 1999 دیگه دو کشور تشکیل بشه در کنار هم. تا اینا اومدن اون قرارداد امضا کردن، تندروها همونا هم نذاشتن انجام بشه، همین نتانیاهو اینا باعث شدن که رابین رو ترور کردن و 750 هزار نفر رو شهرک نشین و وارد همون سرزمین های غربی سال غربی کردن که قولش داده بودن به فلسطینی ها برای کشور. خب همون باعث شد یک سری دیگه این خونه زندگی ها بین رفت، رفتن اردن، رفتن جای دیگه. این سیستم پاکسازی قومیه، یعنی شما افراد رو بکش، سرزمینشون رو بگیر، بعدم هی کاوش کن، هزار متر زیر زمین بگو. دو تا چیز مثلا مال زمان یهود بوده، زمان موسی ما پیدا کردیم اینجا، تاریخ سازی بکن که بگو ما اینجا اصلا مال ما بوده، ما حرفی نداریم، یهودیان اونجا بودن، 3500 سال اونجا بودن، قبل بودن. ولی خب یه وقفه ای افتاد، 2000 سال پیش که رفتن ملت های دیگه اومدن اونجا و زندگی کردن. و خود ما وقتی میبینیم در تورات خودشون میگن از ساحل غربی نیل ما اومدیم به این سرزمین، خب این سرزمین آدم داشته، سرزمین خالی از سکنه نبود که، شما اومدین اینجا مستقر شدین، اونایی هم که بعدشون مستقر شدن به شما کاری نداشتن، زندگی کردین آروم، در آرامش، در صلح، همه چیز زندگی کرد. تا شد 1948 و بعد از جنگ جهانی دوم شروع کردن، 1930-35 هی بیشتر انگلیس اجازه داد یهودیان اروپایی یواش یواش بیشتر بیان، که 1947-48 دیگه خودشون مسلحشون کرد، ایرگون و هاگانا رو، که همه اینا رو بکشین، اگه نکشین براتون میگردن آلمان یه هیتلری دیگه پیدا میشه شما رو میکشه، فکر نکنین اینا رحم نکنین به زن و بچه اینا، همه رو بکشین، که همین کارم کردن. تقسیمات هم که اشتباه بود و ناحق بود، ولی فلسطینی ها کسی رو نداشتن، روسا که روسیه به شوروی که رأی داده بود این کشور تشکیل شه، چون استالینا فکر کردن که اینا به خاطر این سیستم کامیون ها کیبوتسا به طرف فکرشون مثل روسا شوروی میشه، آمریکایی هم که پشت اینا بودن، انگلیسی هم که پشت اینا بودن، چون نفت بده شد تو خاورمیانه، میخواستن یه پایگاه خوبی داشته باشن. مردم این منطقه قربانی این افکار کثیف صهیونیستا، صهیونیستای هار، نه آدمایی هستن صهیونیستن اسرائیلی یهودیه، میگه من مثلا تورات به من گفته اینجا من زندگی کنم، کسی رو نباید بکشم، دوست دارم اینجا زندگی کنم. خب اون آدم ما به اونم کاری نداریم، مهاجرت آزاده در خیلی جا. ولی وقتی شما نگاه میکنی برنامه اینا پاکسازی قومیه، مشکل اینا بعد 93 که اومدن گفتن 99 گفتن نه میخوایم یه کشور بمونه، نمیذاریم دو کشور بشه، بعد اومدن دیدن جمعیت یهودی ها 7 میلیونه، جمعیت فلسطینی ها 7 میلیونه و داره بیشتر از اینا میشه، چون زاد و ولد چون بیشتر، اومدن قانون عوض کردن، گفتن اینجا کشور دموکراتیک خواهد ماند ولی باید یهودیان در قدرت باشن. خب دیگه این دموکراتیک نمیشه که،
اگه شما میگید دموکراسی هر نفر یه رأی داره، خب اونا برنده میشن. نه، اون قانونم که اینا قانونی که ندارن، اینا عین سلف خودشون انگلیس قانونی ندارن، هر موقع بخوان سرشون میچرخونن میگن اینا عرفیه، قانون عرفیه. اومدن گفتن نه، ما اینطوری میکنیم، دیوان عالی کشورم اسرائیل هم رأی داد که بله اینجا باید ماهیتش یهودی بمونه، یه کشورم بمونه، ما به دو کشورم قبول نداریم. خب اگه شما دو کشور نباشین دیگه نمیتونین دموکراسی، وقتی میگیم بهتون آپارتید چرا ناراحت میشین؟ با آپارتید دیگه، وقتی اکثریت مردم یک کشور قدرت در دستشون نباشه و مردم بومی که اینجا فقط اینجا رو میشناسن، اینا دو تا پاسپورت ندارن که درن. الان حارت دیشب اعلام کرده آمار رسمی 230 هزار نفر اسرائیلیا خارج شدن، در صورتی که مفسرین تا دو برابر اینا بیشتر هم اعلام کردن، که مثلا اونا یه عده گزارش نکردن که ما داریم میریم مثلا ممکنه دیگه بر نگردیم. و اینا تمام این کشتار رو راه انداختن به عنوان که اکتبر 7 فلسطینی ها که اومدن 1300-400 نفر مردم ما رو کشتن. به گفته مفسرین و تحلیلگران نظامی خیلی مطلع آمریکا مثل اسکات ریتر و دیگران، از این 1300 نفر 1000 تاشو خود اسرائیلیا کشتن، چون اینا سراسیمه شده بودن به همه جا تیراندازی میکردن، چون همه مسلح دیگه تو خونه هایی بوده که اسرائیلیا بودن، فلسطینی ها اون تو بودن، داد میزدن نزنین ما ایم اینجا. خودشون اومدن شهادت دادن که مسلحین سربازان اسرائیلی یا کسی که مسلحن اومدن ما رو کشتن، فلسطینی ها ما رو نکشتن. 300 تا رو کلا میگن اینا کشتن که بیشترش هم نظامی، چون اینا حمله کردن به دو تا پایگاه نظامی اولا، و مثلا اون ارتشیانی که خونه هاشون نزدیک اون پایگاه نظامی هم یه پایگاه نظامی آمریکایی هم از چند سال قبل اونجا ساختن که مثلا پایگاه پهپادی زیر نظر داره، همه الان رو غزه مثلا فرقوده آمریکایی هستند که میگن ما برای پیدا کردن مثلا گروگانا داریم اینجا چیز میکنیم، نه که کمک کنیم. من داشتم داگلس مگرگر رو میدیدم که مشاور امنیت و از در زمان ترامپ که مشاور بین کاخ سفید و وزارت دفاع بوده، میگه آمریکایی‌ها تو همین کارهای غزه شرکت دارن، من دوستایی دارم که چند تا آمریکایی هم تلفات دادیم، صداش هم در نمیارن. و برنامه‌ای که نصرالله انجام داد خیلی عاقلانه بود، من همش دعا میکردم که وارد نشن، چون این آرزوی اسرائیل بود، 20 سال میخواد اسرائیل هی میگه من میزنم، خودش میدونه نمیتونه بزنه، میخواد آمریکا رو با ایران درگیر کنه. الان هم کشور ما داره یکم رو به آرامش میره، یکم وضع اقتصادی داره بهتر میشه، نمیگم خیلی خوب شده، ثبات داره پیدا میکنه دیگه، دلار هر روز 20 تومن نمیره روش، 1000 تومن 2000 تومن بالا پایین میشه. اینا آرزوش این بود که ایرانو با آمریکا سرشاخ بکنن، خودشون اونجا بشکن بزنن. و نصرالله قشنگ گفت که اصلا ایران به این برنامه کاری نداشته، و چون اینو دوبار گفت، چون ایران هم گفته بود ما کاری نداریم، رهبر هم گفته بود ما اصلا کاری نکردیم، ولی دستا و شونه های اینا رو ماچ میکنن، من 100% میدونم ایران دست داشته تو این حملات هفته اکتبر. اینا در توانشون نبوده که این برنامه‌ریزی رو کنن. یه عده هم گفتن، مفسرین نظامی گفتن که در غرب ایران، در همدان، قزوین، هم کجا اینا تعلیم دادن، داده بهشون، ایران بهشون تعلیم داد. به هر صورت هر چی بوده تو زمینه، ما اون قرائت رسمی رو باور داریم، نه اینکه استنباط ما چی هست و اینا، به جای خودش. به خاطر همین هم توی این چارچوب بمونیم بهتره تا اینکه به اصطلاح. من فقط گفتم چیزایی که گفتن، گفتم اونا که آدم مطلع وارد هم. خب منم اطلاع دارم یا حدودا دریافت کردم که برای جنگ اوکراین و جنگ منطقه غزه پیکاکا رو مزدور کردن برای جنگ شهری، 220 دلار هم بهشون میدن، و اگر هم مردن به اصطلاح پول خانواده هاشون میدن، و 2000 نفر از پیکاکا وارد کرد. یا
پوتین که بهروز گفته یه سری از طالبان رو بردن اونجا که برنده ما بزنن. بله اینا بوده مقامات ارشد دولت بخصوص که من موقعیتی که دارم نمیتونم نامش ببرم، رفته قندهار و برای جنگ اوکراین مزدور مثل داعشی و طالب چیز استخدام میکنه، القاعده ببرم اونجا و اینجور چیزا تو دنیای چیز اتفاق میفته. ولی تا مادامی که مستندات نداریم نمیشه روش مکس بکنیم. چون الان من هم نمیگم مستنده، میگم چون همه امروز آقای جناب رهبر انقلاب با هنیه دیدار حضوری داشتن در تهران، خب هیچی هم باستا پیدا نکرده، گرچه چیز کلی رد و بدل شده، ولی بعد از اون یه حس و گمان هست که ما میتونیم بکنیم و مستندات خاصی وجود نداره. میفرمونید بعد الان اکثریت مردم اسرائیل حدود 63% میخوان نتانیاهو کنار بره، و دولت‌های غربی از آمریکا گرفته انگلیس، آلمان، فرانسه همه به دنبال حذف نتانیاهو از قدرت هستن که بتونن با یه کسایی که انتها بیشتر دارن کنار بیان. و امروز آقای بلینکن که رفت دیروز در بیت المقدس با نتانیاهو صحبت کرد که گفت یه مکسی به این بمبارون بدین تا بتونیم مثلا زخمی‌ها رو خارج کنیم اینا، که قبول نکردن. رفتن با محمود عباس دیدار کردن و به محمود عباس گفتن که شما بیاین کنترل غزه رو به شما در دست بگیریم. محمود عباس هم گفته ما به خاطر اینکه مثلا کمک کنیم به این آرامش ما حاضریم این کارو بکنیم. خب محمود عباس اگه میتونست کاری بکنه در ساحل غربی واسه مردم فلسطین آرامش می آورد. ساحل غربی که گرفتن همه رو دادن دست اسرائیلیا، خودشون کنترل ندارن، میان اون همه اسپازدسی گشتن مردم رو میکشن اونجا، کاری نمیتونه بکنه و در دستش نیست. اسرائیلیا میگن که عربستان و قطر میان این چیز کنن. حالا امروز که بلینکن اومده من فکر کنم میخوان قطر و عربستان بیان محمود عباس رو بیارن اونجا، اونجا رو بدن دست اون که دیگه خیالشون راحت بشه، کسی اونجا مقاومت نکنه، دخالت نکنه، اینا هم هر روز هر کی رو بخوان بیرون کنن تا هر کی رو مقاوم بکنن بکنن. بعد یه چیزی هم دیگه مهمه، شما هم گفتیم میخواستم دوباره بگم، در لبنان امروز با لبنان 2006 فرقایی داره. اوضاع اقتصادی لبنان شدیداً خرابه. میدونین که بندر بیروت رو ترکوندن، یه ده گفتن عده زیادی گفتن کار اسرائیلیا بوده که لحکمه بزرگی اقتصادی بهشون بزنن، چون بندر بیروت یه لنگرگاهی بوده که اکثر کشورهای منطقه جنسشون اونجا میومد، اینا یه پولی میگرفتن، اون پولم از دستشون رفت. این بعد این جنگ بنادر اینا میخواستن بندر حیفا رو مرکز سر قرار بدن، بندر بیروت رو اسرائیل جوری حذف کردن، جنگ همونطور که بنادر سوریه رو حذف کردن، همونطور که مناطق سوریه و لبنان و اینا رو به خاطر گردشگری خوب داشتن از حیز انتفاع انداختن که همکاری ترکیه و اسرائیل روی مناطق اساس، همونطور که مناطق گازی و نفتی دریای مدیترانه رو از آن خودشون کنن. تمام این حوادث ارتباط مستقیم با این نارام کردن لبنان و سوریه به این مسئله نارام و اقتصادش رو انقدر شکننده کنه که حزب الله زیر فشار باشه نتونه مثلا وارد جنگ گسترده‌ای بشه. 3 ساعت قبل از اینکه نصرالله سخنرانی کنه سمیر جعجع از فلانجای لبنان که با اسرائیل هم قبلا دست داشته گفته مردم لبنان تو رو نمیبخشن اگر لبنان رو وارد جنگ بکنی. خب این مشکلات هم این داشته. و یه چیز دیگه، چیزی که مهمه اینه که بدونین در 3 سال گذشته من خودم اینجا در شبکه‌های آمریکایی دیدم، چه مجازی چه شبکه‌های عادی،
اسرائیل در 3 سال گذشته تبلیغات شدید برای توریسم، برای آوردن مردم به تل آویو، ساحل مدیترانه پر از پلاژهای هتل‌های همیشه که همیشه پر بودن، تبلیغات شدید برای سرزمین آزاد همجنسگرایان LGBTQ، با پرچم‌های LGBTQ تمام اون منطقه پر شده بود و این گفتم این تنها کشور آزاد منطقه است که میتونن بیان اینجا. و یک سری از همینام تو اون کنسرتی که اون شب بغل غزه بوده بودن، یه سریشون بودن، یکم لباساشون خیلی ناجوره و میگفتن فلسطینی‌ها رو لخ کردن، وقت نشن کسی لخ کنن، باشون لخ بودن. بعد این صدمه شدید اقتصادی بهشون زده. خب الان امنیت نیست، کی میاد بره دم ساحل مدیترانه و مخصوصا این هتل‌ها رو پر کنه، همجنسگرا LGBTQ و اینا و میلیون ها دلار تبلیغات چه آمریکا براشون کرد چه خود دولت اسرائیل تبلیغات کرد که اینجا رو بیاد یه به عنوان یه کشور توریستی برای همجنسگرایان بکنه. با اینکه اختلافات شدیدی درون دولت خودشون با تونرهای اسرائیلی داشتن، همیشه این حرف رو زدن. نتانیاهو هم که میگه ما نکشتیم و ما فقط فکر اینیم که حماس رو بکشیم اینا، بعد میاد از تورات و معالیق صحبت میکنه، میگه اینا معالیق هم و تورات ما دستور داده زن و بچه و گاو و گوسفندشون هم بکشیم، بس ما نمیدونیم کدوم رو قبول کنیم، یا تو اینو قبول داری یا این کار داری میکنی. و این مشکلی که برای اینا شده الان واقعا براشون شدیدن زیر فشارن. آمریکای جنوبی شدیدن داره اینا دور میشه. در آخرین عمل هندوراس سفیر خودش از اسرائیل فراخوند. بولیوی که اصلا روابطش قطع کرد، کولومبیا میخواست روابطش قطع کنه زیر فشار شدید آمریکا، فقط سفارت رو فعلا بسته و اینا. بعد کشورهای دیگه هم تو آمریکا جنوبی، ونزوئلا که اصلا روابط نداشته، همه دارن این کارو میکنن که با روابطشون، سطح روابطشون یا بیانن پایین یا کلا چیز کنن، کلا اصلا روابطشون رو قطع کنن. در آخرین سخنرانی پروفسور مرشهایمر، استاد روابط بین الملل و علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، یه حرفی زد که من واقعا شوک شده بودم. گفت ایران اگه سلاح اتمی داشته باشه امنیت خاورمیانه بهتر تامین میشه، یعنی آمریکا نمیاد حمله کنه. اگر عراق و لیبی هم داشتن آمریکا حمله نمیکرد، الان وضعشون اینطوری نبود. و واقعا من خودم در این سفری که در عراق داشتم که با خیلی مردم صحبت کردم، بیشتر مردم کلاس بالاتر که یک کلام انگلیسی بلد بودن، میشد باشون صحبت کرد، برای آمریکایی کار کردن، گفتم وجب به وجب خاک ما رو آمریکا بمب انداخته، کارپت بامین کردن، مثل فرش بمب کردن. وقتی شما مثلا میری توی کربلا یا توی نجف، مهمترین خیابونای شهر رو که میری میبینی میخوره به حرمش امامان شیعه، اینا داغونن، یعنی اصلا پیاده راه داغون، خیابونا داغون، اصلا رفت آمد واقعا سخته. و اینی که مرشایمر گفته خیلی‌ها بهش حمله کردن، ولی خودش چه یهودی آمریکاییه و اصلا این حرفو با کتش نمیره، نمیتونی برای اون حرف بزنی. اون 2014 وقتی که ویکتوریا نولند و اینا در اوکراین کودتا کردن هم اعتراض کرد و گفت این گریبان ما رو میگیره، و حالا داره میگه من به شما گفتم اون میشه. حالا شد جنگ 2022 فوریه 22 که روسیه اومد حمله کرد. و این مشکلی که اینا پیدا کردن، الان وقتی نگاه میکنی میبینی که در اوکراین هم انقدر کشته دادن، بیشتر از 500,000 نفر، میانگین سنی ارتش اوکراین الان 43 ساله. اینو من چند تا منبع دارم، هر کیم خواست براش میفرستم ببینه. میانگین سنی افراد ارتش اوکراین 43 ساله، یعنی از 14 ساله اینا دارن تا 70 ساله دارن تو جنگ می جنگن. و زلنسکی که مرد سال مجله تایم بود، حالا مجله تایم یه مقاله نوشته که کار اوکراین زلنسکی تمام است، و زلنسکی میگه به من اون کمک رو نمی کنن و توجه همه رفته به اسرائیل، دیگه به ما کمک نمی کنن و ما میبینیم که مورد بیمهری قرار گرفتیم. و حالا
یه سری مفسرین به همین مقاله نوشته بود که احقاق دو کشوری در اوکراین خیلی زودتر ممکن اتفاق بیفته تا در اسرائیل، یعنی شرق اوکراین بشه روسیه، غرب اوکراین هم بشه اوکراین، اگر لهستان، رومانی، چک، اسلوواکی، مجارستان به بخشی از غرب اوکراین چش نداشته باشند. تازه اینه که وضعشون اونا خیلی خراب شده. این قوانینی که شما میبینی اینا چپ و راست دارن تو غزه بکش بکش میکنن، روسیه میگه ما تو ماریوپول با یک گروه مسلح نازی که ما 28 میلیون کشته دادیم که نازی را ببریم، با آزوفیا در جنگ بودیم و ما این کارا رو نکردیم. ما یواش یواش جسد مردم ما بیان بیرون از کارخونه مثلا فولادسازی بیان بیرون تا این ماریوپول گرفتیم. و هی به ما میگفتن ما رو شما رو تهدید میکنیم به عنوان که شما جنایتکار جنگین، پوتین رو بردن دادگاه بین‌المللی که اعلامش کرد جنایتکار جنگی، بگم ما میخوام. پس چرا اسرائیل این کار رو میکنه خبری نیست. تازه یعنی مردم بیگناه، زن و بچه، بچه یه ساله، بچه یه روزه، یه هفته ای. فقط اینا فقط به فکر اینه که ما رو بکوبن. و جامعه جهانی الان دیگه قبول نمیکنه، الان خود غربی هم دیگه قبول نمیکنن که این کار انجام بشه. این برنامه کشتار جمعی هم خود اوباما شروع کرد، با این پهپادا که میرفتن تو افغانستان مثلا بودن یه جنگ سالار افغانی توی یه عروسی بوده، ما 500 نفر 300 نفر رو کشتیم که اون جنگ سالاره رو پیدا کنیم، که اصلا غیر قانونیه. خود ارتش آمریکا اجازه نمیده، یعنی طبق گفته هاش شما باید نیا کنید آقای سلیمانی اینا برای متمرکز بشین روی صحبت‌های آقای سید حسن نصرالله و اهمیتش و بازتاب جهانیش و اینا بیشتر متمرکز بشین، از این آشیایی مقداری پریز کنین. اونم این است که در صورت این سخنرانی که حدود 4 میلیارد گفته رویترز شنونده داشته، شاید بشه گفت فقط تو بازی های فوتبال جام جهانی این اتفاق میفته. یعنی یه رهبری یک حزب یک گروه این قد به اصطلاح باستا پیدا کرد فوق‌العاده است. و اسرائیلی ها به خصوص اینا و جنگ طلب ها بیشتر آرزو داشتن که یه سخنرانی تهییجی و احساسی و اینا از طرف سید صورت بگیره و اینا بازتابش بدن و زیر پوش اون خودشون رو در حالت دفاعی فرض کنن، یه وسیله جنگ طلب ها که مردم بیگناه را هدف قرار داده به اصطلاح معرفی بکنن، هم ایران رو، هم حزب الله رو، هم نیروی مقاومت، ولی به ضد خودش تبدیل شد. چهره ای که از مقاومت و حزب الله و ایران و چیدا ترسیم شد، خلاصه چهره صلح‌طلب و اینکه صلح‌طلب نه تسلیم طلب، صلح‌طلبی که مقاوم هم هست، از روی ناچاری صلح‌طلب نیست، از روی دریوزگی و ناتوانی صلح‌طلب نیست، بلکه در اقتدار صلح‌طلبه. خلاصه برخی از مراجع آمارگیری رسانه‌ای که حتی ما را فراتر گذاشتن، تعداد مخابط تربین نصرالله را، سید حسن نصرالله را با تعداد تماشاگران فوتبال در جام جهانی مقایسه کردن. امروز احتمالا بسیار از رؤسای جمهور و رهبران بدخواه جبهه مقاومت در جهان را ابتدا بخورم بشون. چطور این همه تعداد انسان در سراسر جهان با زبانهای مختلف نشستند و سخنرانی سید حسن نصرالله را که چند میلیارد نفر، نه چند صد نفر، و اتفاقا به اصطلاح این سخنرانی ایشون و
راه رو باز کرد برای حرکت ها در اروپا و آمریکا، که مثل تیر اسرائیل و تیر ناتانیاهو گروهش به سنگ خورد و نتونستن چیز کنن که اینا جنگ طلبن، حماسیان جنگ طلبه، فلسطینی ها جنگ طلبن. در برحال بگذاریم تعداد 600 میلیون نفرم اگر بوده باشن، رسانه ها جمعی رو که حامیان اسرائیل همیشه بودن و اینا همه غافلگیر شدن. در واقع امروز استراتژی جبهه مقاومت مقابله با اسرائیل با استفاده از همان سلاح خودشون که رسانه باشد، یعنی رسانه، به طی چند هفته اخیر میتوان گفت جبهه مقاومت به شدت در این راستا موفق بوده و مسئله فلسطین رو، حقانیت فلسطینی ها رو تونسته خوبی بازتاب بده و ذهن ها رو در غرب در سطوح مختلف از سطح دانشگاهی و دانشجوها تا الیت اسرائیل تحت تاثیر قرار گرفتن و اسرائیل بزرگترین ابزار جنگی خودش رو، یعنی فضاسازی رسانه‌ای بوده، از دست داده. امروز حتی رهبران کشور غربی چشم بسته از اسرائیل حمایت میکردن، که گفتین به درستی گفتین تغییر دادن، تعدیل کردن، مجبور شدن مواضع خودشون تعدیل کنن، چون فضای عمومی کشورهایشان به شدت بر علیه اسرائیل شده و هر سیاست مداری که از اسرائیل حمایت کنن به مسئله سیاست مدار سوخته است. در انتخابات آینده خواهید دید که در سال 24 خیلی جا انتخابات خواهد شد. کی بود که در لندن یا پاریس یا ایالات متحده یا جای دیگه تظاهرات چند صد هزار نفری رو بر علیه کاری که اسرائیل انجام میده دیده باشه؟ و این یک چیزی که من میخوام بگم، تو فیلم های مختلف دیدیم، تو فیلم زنده با زاپاتا مثلا من صحنه رو یاد میارم که در اونجا به اصطلاح زاپاتا رو میکشونن تو تله و به اصطلاح به طرز وحشتناکی این ترور میکنن اون حاکم اسپانیایی، ولی در این زمینه اسبش فرار میکنه، اسب سفیدی داشت. اون حاکم میگفت این اسب بکشین، اسب بکشین، ولی میگه اسبش از خودش خطرناک داره. این بچه های غزه اینها روح مقاومت رو هر کشته‌ای که میدن روح مقاومت رو چند برابر میکنن در مردم آزادی خواه جهان، در اعراب، در فلسطینی ها، در مسلمان ها، در جهان سومی ها. همه اینجوری بینی که حتی دختر چگوارا هم پیام برای اینا میفرسته و از چیز فلسطین دفاع میکنه. میشه گفت سید حسن نصرالله در سخنران خودش تلاش کرد از فضای بوجود آمده بهترین استفاده را انجام بده، پیام عصر رو به کل جان مخابر کنه و همه مردم جان بگه که چرا مقاومت فلسطین مجبور شد که این کار انجام بده، و این توضیحش هم قانع کننده میتونسته باشه. نصرالله سید نصر حسن اطمینان داد به نسبت به دروغگویی های مقام اسرائیلی، مخصوصا ناتانیاهو اطمینان دارن. امروز میلیون ها نفر همچنان مثل وی جنایت اسرائیل در قبال مردم رو گوش جهانیان رسونده و تلاش کرده حتی آنهایی که به طرف هستن و یا حتی آنهایی که طرفدار اسرائیل هم بودن احساس کنن که باید موضع‌گیری کنن. یعنی بی‌طرفی اینجا معنا نداره، یعنی احساسات مرده، وجدانهای خوابیده، همه بیدار شدن. علی‌رغم اینکه دولت نظام اسرائیل سخنرانی نصرالله را ممنوع کرده بود، ولی طبق آمارهایی که وجود داره 2/3 مردم اسرائیل هم اصلا گوش دادن.
حتی رسانه‌هایی که تا همین دیروز مخالف سرسخت حزب الله بودن یا مقاومت بودن، ما می‌بینیم که تأثیرات خودش رو گذاشته، که حتی تلویزیون‌های بی بی سی هم من این روزا به شدت گوش میدم، می‌بینیم که لحنش تقریبا تغییر کرده. نه اینکه این خباستش تغییر کنه، ولی میدونه که اگر به اصطلاح این مسائل بازتاب نده به شدت بدنام میشه. در صورت تاکید کرده عملیات حزب الله وارد جنگ بشه، اما آنچه برای جبهه مقاومت بسیار مهمه اینه که نوک پیکان خودنمای از سمت غزه به جای دیگه نره و غزه رو غزه متمرکز بشه، چون پاشنه آشیله این جنگ طلبای خونخوار غزه است. یعنی اینا تاکید دارن که جبهه های دیگه بکشونن و مظلوم نمایی کنن. یعنی این سلاح مظلوم نمایی رو کاملا از اسرائیلیا گرفته، که همواره مسئله جنگ جهانی دوم، مسئله هیتلر، مسئله آشویتس، مسئله اینا رو، حتی اینا رو تمام تقریبا از اینا گرفته و خودش آشویتس رو انداخته در خزه. و آشویتس که صحنه‌های کودکانی که در اونجا به سر جون میدن، بچه‌هایی که مادرشون از دست میدن و همه اینا چنان دلخراش است که مثلا انسان نمیتونه اصلا بی تفاوت باشه، و اگه وجدان داره، شرف داره و اینا، نمیتونه این صحنه ها رو ببینه و به سر چیز بکنه. و اسرائیل یهودی چیز دولت نتانیاهو دقیقا میخواست که دوباره چهره مظلوم نمایی به خودش گیره، که ما دفاع میکردیم، اونا حمله کردن و فلان، و برای کار دروغ آمارسازی که بخشی از اینا گفتی شما که به سر صحنه چجوری بوده و به سر چیز نکردن. نتولا در باره اهمیت آنچه که از آن تانک بشری مخزن نام برده صحبت کرد، عملا با توجه به جنایتی که اسرائیل در حق ملت فلسطین مرتکب شده، به نظر میاد امروزه شرایط یارگیری بیشتر به نفع نیروی مقاومت چرخیده. امروز رسانه ها فیلمی را از یک رزمنده منتشر کردن که با خونسردی بالای تانک رفته و اون تانک رو منفجر کرده، و در نتیجه این جنبه رو کاملا حالت دفاعی مردم اشاعت میکنن. نصرالله از حمله رزمندگان عراقی به مواضع آمریکایی‌ها در عراق و سوریه حمایت کرد، تا پیام به آمریکایی‌ها بده که جبهه مقاومت رو بازی میکنه. و از این پس آمریکا، منافع جان نیروهای آمریکایی در منطقه در خطره، و کاملا حالت دفاعی خودش رو چیز کرده، وارد تعرضی در اون جنبه‌هایی که آمریکایی‌ها دارن ادعا میکنن و اینا نشون داده. عملا تجربه تاریخی ثابت کرده که چیزی به نام دیپلماسی یا مذاکره در تعامل با آمریکا و اسرائیل گفته معنا نداره. تنها چیزی که جواب میده زور منطقه خود آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌هاست و از اینا رو بالا بردنن. و خلاصه این رو درسی است که اینا گرفتن، و با اسرائیل و آمریکا را هرچی توافق بکنی، همونطور که خودتون بیان کردین، توافقات کلی توافقاتی که انجام داده امضا کردن زیر زدن و اجرا نکردن. خلاصه این رو خواستم. توافقات خیلی به زیان مردم فلسطین هم قبول نکردن. یعنی توافقات که واقعا آدم وقتی نگاه میکنه، اینا اسلو 1994 مردم فلسطین خیلی ناراحت بودن که عرفات اینا چه چیزایی رو قبول کردن، اصلا تو کتشون نمیره بیچاره، از بس که یک طرفه بود. ولی باز دیدن که خب میخوان آسایش داشته باشن، امنیت داشته باشن، قبول کردن. ولی اونم انجام ندادن، اونم زیرش دادن. هر روز اول خودشون درون خودشون رفتن
اونایی که این برنامه اسلو رو که انجام داده بودن مثل رابین اینا رو حذف کنن از قدرت، که دیدن رابین محبوبیت داره حذف نمیشه، رو هم ترورش کردن. که همین نتانیاهو اینا پشت همون ایگال امیر اینا بودن که اونو ترور کردن. مثلا اینا بعد نتانیاهو الان همه تلاشش برای ادامه این جنگ و خونریزی اینه که خودش به زندان نیفته، چون پرونده های فساد زیادی داره که تا موقعی که در قدرته، مخصوصا با قانونی که عوض کرده، یعنی قوه قضاییه حق نداره به قوه مجریه کاری داشته باشه، الان در امانه. ولی وقتی خودش تو اون قوه نباشه میتونن رو برن دنبالش دیگه. اینم بیشتر اینا اینه. خواستم فقط اگر وقته خواستم یه توضیح بدم. در مجلس آمریکا یه لایحه گذروندن در مجلس نمایندگان به نام لایحه 354، قطعنامه 354، که میگه ایران تمام چیزهایی که برای ساخت بمب اتمی نیاز دارد در دست دارد و ما به دولت آمریکا اجازه میدهیم به هر وسیله از این جلوگیری کنه. یعنی قشنگ یه هفته قبل اینکه نصرالله این صحبت رو بکنه، دولت آمریکا بایدن اینا این سند هم دستشون که به ایران حمله کنن اصلا. یعنی دیگه اوکی مجلس آمریکا رو هم داشتن که این نصرالله خیلی خوب و خیلی حساب شده اومد این تنش رو کم کرد که یه عده متوجه نمیشن. و یه چیزی دیگه که الان شده، الان آمار آمریکا نشون میده که بایدن در انتخابات شدیداً عقبه و اگر امروز انتخابات باشه و ترامپ باشه، ترامپ برنده میشه. حالا مشکل بایدن چیه؟ انجمن مسلمانان آمریکا خیلی ازش دلگیر شدن و تو آمار و نظرسنجی ها مخالفشن. و شما به نمیدونم قانون آمریکا رو میدونی یا نه، در آمریکا آرای مردم رئیس جمهور انتخاب نمیکنه، آرای ایالتیه. به اونا میگن رأی های ایالتی، یعنی رأی الکترال. رأی الکترال چیه؟ در میشیگان و مینسوتا به تعداد زیادی مسلمانه که هر دو این ایالت ها که قبلا دور قبل به ترامپ رأی داده بودن، مسلمان ها جمع شدن پشت بایدن. حتی من یادم چند تا حجت الاسلام عراقی شیعه هم بودن که با بایدن صحبت میکنن که ما به تو رأی میدیم، چون اون نمیذاشت مسلمان ها وارد آمریکا بشن. اینا الان اونا همه دل سرد شدن. حالا کمال حریص رو ببینید، مصاحبه داشت با شبکه‌های آمریکایی که ما برای اینکه مسلمان‌ها در امان باشن حمایت میکنیم و پلیس فدرال رو گشتیم، که اف بی آی گشتیم که از تمام مثلا مساجد هم چیز کنه و تمام جایی که مسلمان‌ها هستن حمایت کنه، و دارن این کارو میکنن که اون دوتا ایالت از دست بدن. چون در آمریکا ما 435 تا نماینده مجلس داریم، 100 تا سناتور داریم، میشه 535 تا. و چون منطقه واشنگتن دی سی که شهر واشنگتن دی سی پایتخته، اون 3 تا رأی داره میشه 539 تا. یعنی هر نفر 270 تا رأی الکترال بگیره میشه رئیس جمهور. و ایالت های مینسوتا و میشیگان مثلا اینا هر کدوم 10-12 تا رأی الکترال دارن. اگه بایدن این دو تا ایالت بوازه، هیچ جوری نمیتونه رئیس جمهور بشه. حتی اگه همه آمریکا رو با مثلا با اکثریت قاطع ببره، اون دو تا ایالت نبره، شاید نتونه بشه. اون دو تا ایالتی میگن که تغییر پذیرن، تو انتخابات گذشته هم به دموکرات رأی دادن هم به جمهوری‌خواه رأی دادن. ولی دوره قبل، دوره‌ای که به ترامپ رأی دادن، دوره قبل فقط چون ترامپ ضد مسلمان ها عمل کرد و نمیذاش وارد آمریکا بشن، اومدن به بایدن رأی دادن. حالا اون در خطره، البته. اون در خطره و اینا دارن چیز میکنن، دست و پا میزنن که اون رأی مسلمان ها رو از دست ندن تو این دوتا ایالت، چون تعدادشون زیاده. میشیگان اگه شما برین مثلا شهر مثلا دیربورن، اکثریت مسلمان هم. یعنی بیشتر مسجد تا کلیسا، این که من خودم دیدم از جلو. و در اخبار اومده، من قطعاتش هم دیدم، میتونم مدرک رو عکسم دارم، که امارات با هواپیمای قورپیکر ترابری به کمک اسرائیل اومده
و مفسرانی حتی گفتن که هواپیماهای جنگنده امارات در غزه بر علیه فلسطینی هم شرکت داشته. یا این دیگه واقعا یه فاجعه است. من در هفته قبل گفتم که این سران این کشورها که اینا گشتن سر کار 1971، قطر، امارات و بحرین، این کشورها که به اینا استقلال دادن، اینا همه در خط غرب هم. حالا قطر یه مقداری چون اخوانی هم همه هر کاری غرب بخواد نمیکنه، ولی بازم در خط غرب. بله. در صورت داوود اغلو هم که وزیر خارجه اردوغان بود و با هم اختلاف پیدا کردن، گفت اردوغان رو به درویی متهم کرده، میگه این با اینا کار میکنه، نفت به اینا میده، گندم به اینا ما میفروشیم، همه این کارا رو میکنه، سوخت به اینا میرسونه، بعدم میاد میگه شما از کجا اومدین، ما مثلا ملت ما جلوی شما وا میستن. این دروغ و تزویر مردم هم قبول نمیکنه. امروز هم جلوی پایگاه انجلی که ترکیه تظاهراتی شده که پلیس با چیزای ماشینای آپاش و اینا داشت مردم رو میزدن و کتک میزدن دور میکردن، یعنی مردم ترکیه به پا خواستن. و مردم این کشورها مثل عربستان نمیتونن، چون عربستان کوچکترین مخالفتی بکنه سرتو میزنن، ولی مصر و اینا شلوغای شده چون کنترل ندارن، 110 میلیون آدمه، شلوغی های شده، اردن شلوغی های شده چون اکثریت فلسطینی هست، ملکه اردن هم فلسطینی هست، اومد با کریستیان امانپور هم مصاحبه کرد که خیلی خوب خیلی قشنگ صحبت کرد، من اصلا توقع نداشتم. و کلن اینا اون حکایت اون نراتیو از دست دادن، یعنی بخوان فقط خودشون قربانی نشون بدن، بگن اینا جنایتکارن، اینا خرابکارن. نه، شما 75 ساله این ریشه داره، 75 سال هم نیست، 75 ساله که دولت اسرائیل تشکیل شده، از 1890 1880 به اینا ظلم شده، با نقشه و توطئه مردم آوردین تو فلسطین اشغالی و یواش یواش پایریزی کردین واسه 1917 اعلامیه بلفور. این مسئله رو سند یه سرزمین رو دادن به یه میلیاردر بانکدار. البته سند سرزمین رو این به اندازه کافی در موردش تاریخچه شگیری اسرائیل اینا صحبت شده، اما این که سازمان ملل و چیزایش که بسیار چیز کردن ناداش تمام در این جنگ از طرف اسرائیل به سخره گرفته شده، به نابودی کشیده شده و سازمان ملل میگه زنان غزه مجبور به زایمان در خیابان در میان خرابه ها یا پناهگاه هستن، این زن زندگی آزادی بیشرفات چرا اینجا در این زمینه دخالت نمی کنن، چرا اینه که جایزه گرفتن، این مسئله زن زندگی آزادی براشون مهم نیست، جایزه گرفتن چون از اسرائیل و غرب دفاع کردن، اینا جایزهشون رو پس میگیرن و دیگه فاند به اینا نمیدن، اینا فردا باید بیان توی اندیشکده های آمریکایی خدمت کنن مثل خلجی و اینا. خب اینا باید فاند بگیرن دیگه، پول بگیرن دیگه، پول نمیدن اگه بیان حرف مردم رو بگیرن. صندوق کودکان سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و آنروا در بیانیه مشترک اعلام کردن که زنان غزه مجبور به زایمان در خیابان‌ها، در میان ویران‌ها، در بیمارستان‌های شروع یا در مراکز پناهندگان در شرایط بهداشتی بسیار بد و وخیم هستند که زایمان می‌کنند. برای اسرائیل مهم نیست این چیزا، چون میخواد همه رو مبین برن، اینا میگن تروریست‌های آینده. در این سند آمده من با دولت اسرائیل مخاطب نیست، اونهای بیشرف هم که به اصطلاح این صحنه ها رو میبینن و سکوت میکنن، با اونا با اونا گفتگو میکنن. من مترو فوت کرده هزار تا بیانیه میدن، ما نمیگیم اون درسته. در این سند میگه با بسته شدن 14 بیمارستان، 45 مرکز مراقبت های بهداشتی اولیه، برخی از زنان مجبور به زایمان در پناهگاه، در خانه های خود، در خیابان ها، در میان آواره ها، در مراکز بهداشتی و چیز هست. و در این بیان آمده تخمین زده میشه 50,000 زن باردار در غزه زندگی میکنن که روزانه بیش از 180 زایمان دارن، که 15% از آنها احتمالاً در دوران بارداری از زایمان دچار عوارض میشن و این بمباران ها به طرز وحشتناکی اونا را چیز کرده. صندوق
سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل گفته که 940 کودک در غزه ناپدید شدند که احتمالاً در زیر آوار موندن. به حدود 3450 کودک طی 3 روز تا 3 هفته کشته شدند. بزرگترین قتل عام کودکان در تاریخ بشر داره صورت میگیره. او همچنین گفت غزه به قبرستان کودکان تبدیل شده. و این آخه مگه ممکن است که نسبت به این مسئله بی آدم سکوت کنه، فران بکنه و یا به طرز بی‌شرمانه توی صفحه‌های مجازی این مسئله چیزای فرعی رو به عمده کنه. بیش از این ریچارد پیکسون نماینده سازمان بهداشت در اراضی اشغالی گفته که این سازمان داده های وزارت بهداشت فلسطین در مرگ و میر در غزه را قابل اعتماد میدونه و این مسئله چیزه. در پاسخ دفاعی اسرائیل شمشیر آهنینش تعداد قربانیان نوار غزه از 9000 گذشته، بیش از 32000 نفر مجروح شدند و حوادثی از این دقیقا به اصطلاح شرم‌آور برای بشریت. من فکر میکنم یک آزمون تاریخی برای وجدان بشری در غزه است. بزرگترین آزمون تاریخی است که وجدان بشریت رو بسنجه. بزرگترین آزمون تاریخی است برای که به اصطلاح اندیشه هایی که 100 سال 200 سال ترویج کردن در مورد حقوق بشر، حقوق لیبرال، حقوق زهرمار، حقوق اینجا، اینجا آزمون بشری است که این ساعت سقم اینا را بسنجه. میدیم که همش دروغه. این حقوق بشر و آزادی بیان رو دیدیم دیگه، تو فیسبوک چیکار میکنن. تو یه فیلم میذاری به خوششون نمیاد سفر رو میبندن و محدود میکنن و اینا همش شعار لیبرالیزمه برای کنترل دنیا. همش دروغه. ما دیدیم که ورزش سیاسی نبود که دیدیم سیاسیه. همه چیه دنیا در منافع امپریالیزم و اونایی که پول دستشونه میگذره. شما دیدی که حتی رئیس سازمان ملل، دبیرکل سازمان ملل گوتیرش میاد اعتراض میکنه، بهش میگن استعفا بده. چه مگه چی گفته بود؟ گفت اینا مخالف قوانین بین‌المللیه. من رئیس به عنوان دبیرکل سازمان ملل که این قوانین رو خوب میدونم، میدونم کاری که شما میکنین برخلاف، بعد استعفا بدی. بعد نماینده اسرائیل میره اونجا میشینه با ستاره داوود زرد میشینه، یعنی میگه باز واسه ما هولوکاست درست کردن. چه هولوکاستی درست کردن؟ هولوکاستی که آلمانیا درست کردن، روسا اومدن 27 میلیون کشته دادن، شما رو نجات دادن. اونم آمریکایی‌ها نیومدن نجاتتون بدن، انگلیس‌ها نیومدن نجاتتون بدن، روسا بودن که 28 میلیون کشته، 27 میلیون کشته نجاتتون دادن. حالا خودتون شدین به علیه روسیه، خودتون کمک اوکراین میکنین که آزوفیا میان سر کار، که همه ما میدونیم زلنسکی در قدرت نیست حرفی بخواد بزنه بر خلاف این آزوفیای نازی. یک روز در قدرت نگرش نمیدارن، خودشو خانواده رو تارمار میکنن. ولی خب این دنیا همینه، دنیای زوره دیگه، دنیای قدرت و پول و زوره. ولی پاشنه همیشه روی در، روی پاشنه نمیچرخه. الان افکار عمومی جهان به شدت صدمه خورده به زیان غرب و خود اینا میدونن که این قافیه رو باختن و دیگه این قافیه رو به دست نخواهند آورد. ولی خب چیکار میشه کرد؟ این فعلا اینطوری بیان یه محمود عباسی که در ساحل غربی بر علیه قانون در انتخابات شکست خورده فتح، اونجا مونده از 2007 فقط چون اسرائیل و غربی ها پشتشن، اون باید قدرت داشته بشه. پس شما به چه دموکراسی معتقدین؟ دموکراسی هم که قبول ندارین. نه، دموکراسی که ما برندشیم خوبه. این خب این که نشد دنیا که. الان چی شده؟ هر کی قدرت داره، هر کی توان بازدارندگی داره تو دنیا میتونه حرف بزنه. ما هم توان بازدارندگی نخواهیم داشت تا روز که از MPT بیایم بیرون و بمب برای خودمون بسازیم که بتونیم امنیت کشورمون رو
با این تهدیدهای مستقیم که از طرف اسرائیل شده، میگه ما ایران از صفحه زمین محو میکنیم. دیگه الان وقتشه که فتوا عوض بشه. اونم نظر خودم میگم، اینا دیگه چیز شخصیه دیگه، ما خودمون کاری نمیتونیم بکنیم. ولی وقتی نگاه میکنیم اینه واقعا این همه جوان دارن کشته میشن، اینا اصلا نه که خیالشون نیست، اینا میخوان کشته بشن. من وقتی میگه در وقتی میاد اینا میگن این بچه ها تروریست های آینده هست، خب میخوان اینا رو بکشن دیگه. مسئله این که به اصطلاح این اسرائیلی ها که دارای بمب اتم هستن، که گفته میشه بالاتر از 250 بمب اتم دارن، یعنی یک حکومتی داره بر اونجا حکومت میکنه که وزیرش میاد آشکار تهدید میکنه این مردم فلسطین غزه رو به بمب اتم. یعنی اینکه به اصطلاح منبع خشونت داریم، خشونت قانونمند، خشونت افسار گسیخته، خشونت فلان، خشونت سادیسمی رو دیگه اینا دارن، اینا سادیسم دارن. به همین دلیل من پیشنهاد میکنم سازمان ملل، قدرت های بزرگ به اصطلاح حتما و حتما این مسئله در دستور کار قرار بدن که تمام بشریت در خطره با... که با تهدیدهای اتمی حتی خود ناتانیاهو در سازمان ملل این کار کرد و اینا به صلاحیت اینا ندارم که هیچ وجه بمب اتم داشته باشن. برای اینکه وزیرش داره چیکار نواره نتنیاهو هست که 20 سال پیش گفت دولت آمریکا کاری نمیتونه بکنه، همه تو جیب ما، هر کاری ما بخوام میکنیم، کنگره دست ماست، دولت باید دست دولت آمریکا دست ماست، اونا هر کاری ما بخوام اینا باید بکنن. خب الان شما دیدی در تاریخ، من بودم تو آمریکا وقتی که آمریکا زمان اریال شرون بوش پدر رئیس جمهور بود و گفت خانه سازی رو متوقف کنیم، وقتی خانه سازی رو متوقف نکردن بوش پدر اصلا روابطش رو با دولت اسرائیل قطع کرد، یعنی باشون دیگه صحبت نمیکرد و وامای بانکی که میخواستن از آمریکا بگیرن برای خانه سازی ضمانتش که نکرد چی جلوشو گرفت. با من اینجا اربابم، من بتون حرف میزنم. الان بلینکن میره سه بار اونجا میگه یه مکس بدین در این بمبارون، میگن برو بیرون، ما هر کاری بخوام میکنیم. خاک بر سرتون، با چه قدرتی هستین شما؟ خرج اسرائیل یه روز ندین، بمبا رو ندین، پول رو ندین، غذا رو ندین، سوخت رو ندین، اصلا اسرائیل وجود نخواهد داشت. بعد اسرائیل به شما میگه چیکار بکنین، چون که یه مش یهودی در قدرت و اینا سر کار انتوان میکن. ما میگیم قوانه برونالی، ما نه یهود ستیزی، من نمیخوام به یه یهودی صدمه بخوره اصلا. ولی همیشه 40 سال من گفتم زیاده خواهی وقتی میکنن یهودی تو اسرائیل حق خودشون رو بین میبرن، زیاده خواهی نکنین. شما اومدین وارد یه منطقه شدین که فقط به یه سند تاریخی که خودتون قبول دارین 3500 سال پیش اینجا بودین، ولی خودتون هم میدونین 2000 سال اونجا نبودین، اومدین اونجا. حالا دلیل نمیشه که شما پاکسازی قومی کنین چون شما برگشتین، اونم شما وقتی رفتین 50000 تا بودین، 7 میلیون 14 میلیون که نبودین که. اینه که با هم زندگی کنین. ما هم نگفتیم مثلا کسی بله. صدمه به کسی بزنه، ولی کشتار زن و بچه مردم اینا رو امالیخ حساب کردن. ما میتونیم خودشون و زنشون و بچهشون و گاو و گوسفندشون هم بکشیم. بله گاو و گوسفند بکنیم کی؟ اگه به کسی به شما حمله کرد، نه کسی که شما رفتی زمینشو گرفتی، مزارشو گرفتی، تمام صادراتی که اینا داشتن از غزه به مصر جلوشو گرفتی، پرتغال صادر میکردن مثلا ماهی میگرفتن صادر میکردن، تمام اونجا رو گرفتی جلوشو. خب اینا چیکار کنن؟ هم زندگی میخوان بکنن. یک گزارش این صحبت بکنیم و به برنامه رو ببندیم. یک گزارشی که سازمان ملل داده، تشدید درگیری در خاورمیانه و غزه منجر به افزایش یهودی ستیزی به اسلام حراسی در جهان شده. خب این مطلب رو ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بیان کرد که پارسال بود که بود که گزارش حقوق بشر سازمان ملل رو به اصطلاح اون نماینده اسرائیل اومد پاره کرد و به اصطلاح تیز کرد. ولی همین کاراشون باعث میشه که قلدری هاشون باعث میشه بخورن.
ایشون گفته بحران در خاورمیانه همه مناطق رو شوکه کرده، گفته ما شاهد افزایش شدید سخنان نفرت انگیز، خشونت و تبعیض، تشدید شکاف ها و دو قطبی سازی اجتماعی و محرومیت از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز بودیم. اینا تحت هر چیزی که را بخوای مثلا از این چیده شالای فلسطینی بزنی براسه به جور به شال، همونطور که در زمان آغاز چیده اوکراین خردل روسی جور بود، قدغن شده بود، خردل گربه روسی به اصطلاح تحریم شده بود، همچون چیزای ابتذالی. ایشون گفته که از قاره آفریقا، آمریکا و اقیانوسه تا اروپا و آفریقا آزار، حملات و سخنان نفرت انگیز اسلام حراسی و یهودی سیتیزانه از جمله در زمینه اعتراضات مربوط به درگیری ها افزایش پیدا کرد. ایشون خاطر نشان کرد در همان زمان رهبران سیاسی همچین از لفاظی های تحریک آمیز، سمی و نفرت انگیز استفاده کردن که در رازشون چیده یهودیه و علکی بگم بچه های کشتشتل تا چرا فیلمشو نشون نمیدین؟ چرا همش به دروغ بگین؟ هر چیزی که فلسطینی ها کردن به رو کنید تا اون رسانه که دست شما هست. و ایشون گفته من از یهودیان و مسلمانان شنیدم که احساس امنیت نمی کنم. و ایشون بیان کرده هر گونه تبعیض، نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که منزله تحریک، تبعیض، خصومت و یا خشونت باشه تحت قوانین بین المللی ممنوعه. در این حال کمیسر عالی تاکید کرد که هر گونه محدودیت در حق تجمع مسلمان باید بر اساس قانون باشه. اینا قانون خودشون هم اداره پلیس قانون شده، او یکی وزارت خونه خودش قانون میتراشه و اجرا میکنه برای ممنوعیت سخن، برای ممنوعیت تظاهرات، ممنوعیت بیان. یه همچون فضایی در غرب آشفتگی به وجود آورده پس از نفوذ در پاسخ ارتش اسرائیل عملیات شمشیر و فلان آمبرند کرد، یه همچون فضایی رو ما میبینیم. در صورت سپاسگزارم آقای سلیمانی عزیز، اگر صحبتی داریم بفرمایید. یه صحبت پایانی دارم. بله. یه نماینده مجلس آمریکا داریم که این دو شهروندی داره، دو سیتیزنیه، یعنی هم آمریکایی هم اسرائیلیه. این برای ارتش اسرائیل، نیروهای دفاعی اسرائیل IDF کار میکرده و این هفته اومده سخنرانی کرده، گفته اصلا فلسطینی ها هیچ حق حیاتی ندارن، حقی ندارن. اونش مهم نیست، با لباس نظامی اسرائیل اومده نشسته تو کنگره آمریکا سخنرانی کرد. اصلا این دیگه نوبرش بود. اگر یه ایرانی سیتیزن آمریکا بشه بعد بیاد با لباس ارتش ایران که خدمت کرده بیاد بشه تو کنگره آمریکا، بخوام چی میشه؟ این دیگه اصلا من همچین چیز تو زندگیم ندیده بودم که اینم دیگه دیدیم و من تو صفحه زیر این پست شما میذارم. ملت ویژه، ملت استثنایی، ملتی که قوم برگزیده خدا هست، این حقوقش براش گفتن، حقوق ویژه داره، همه چیش، غمش هم ویژه است، به شادیش هم ویژه است، یک هولوکاست ویژه داره، هم بر پناه اون حق ویژه داره در همه یه چیزا. این ملت استثنایی است. بقیه امروز توی ریختن توی یک دانشگاهی که عرب زبان ها هستن و عملا اونجا مرگ بر عرب، من نابود بر عرب و فلسطینی ها، اسرائیلی ها بیان کردن. بگذاریم از این چیزا اتفاق میفته. حرف آخر این است که آقا قدرت هست که برایندش دهن گشاد رو میبنده، نه التماس، نه دیپلماسی التماسی، نه فلان. با قدرت جواب سلاح بازدارنده. بله. باید سلاح بازدارندگی داشته باشه. بله، کاملا درسته.
و این است که با قدرت زبان قدرت چیز که و اون موقع دیپلمات رو زبون داره. ولی وقتی که آقای ظریف رفته بودن سخنرانی میکردن جلوی یه دخ... از خارج آمده بودن برای این برنامه غزه، بیشتر اصلاح طلب بودن، میگفت ببینیم بمب اتم به درد نمیخوره، اسرائیل الان بمب اتم داره، غزه شلوغ شده، کاری نمیتونه بکنه. خب اسرائیل که نمیاد تو غزه بندازونه، که بندازه تو ایران. این از این 30 سال 50 سال شانتاژ اتمیش میگن. ارتشای عربی تا پیشرفت میکردن شانتاژ اتمیشون میکرد، تهدید اتمیشون میکرد. این میگن هیچ وقت اینا استفاده نمیکنن، ولی به قول معروف عامل بازدارنده است، کاملا عامل بازدارنده است. همونطور هیچ که موقع استفاده نمی کنن، ولی ما نمیتونیم بگیم هیچ موقع. بله. چون به انگلیسی هم میگه همیشه، نمیشه گفت هرگز، یه وقت ممکن استفاده کنن. بله. ولی اگه شما داشته باشید استفاده نخواهند کرد. بله. این نظر من. پیروز باشید، موفق باشید باشی. و در صورت دوستان خیلی ممنون میشم، حمایت کنید، یه مقداری کمک کنید در صورت زمین ها، ما یه مقداری خوشحال بشیم و انرژی بگیریم. خداحافظ شما، شبتون خوش. خدا